خدا داشتن، دقت کنید، هیچ وقت خدا داشتن مانع پدر و مادر رو دوست داشتن، قوم و عشیره رو دوست داشتن، خواهر و برادر دوست داشتن، پول دوست داشتن، نمیدانم دارایی دوست داشتن، تجارت دوست داشتن، خانه دوست داشتن، هیچ وقت داشتن خدا مانع اینها نیست. اما وقت در دوستی اینها افراد کنی ممکنه مانع دوستی خدا شود. اینجاست که باید تو تکلیفت رو روشن کنی، اینجا باید موضعت رو روشن کنی. کدام اصله؟ کدام اصل است؟ کدام فرعه؟ تو خدا رو به خاطر پدر و مادرت دوست داری؟ خیلی از جوانهای بسیار عزیز و مؤدبن که به خاطر حفظ حرمت پدر و مادرش پیشش خدا خدا میگوید، وقتی از پدر و مادر جدا شد دیگه نه خدایی هست و نه هیچی. من به احساسش احترام میگذارم. همی که به پدر پیر و مادر پیرش احترام میگذارد برای من محترم است. منتها مسئله خدا غیر از این است. خدا داشتن با اینها تناقض و تضاد ندارد، منتها گای افراد در دوستی اینها مانع دوستی و آشنایی با خدا می شود. و صد البته با تأسف باید بگویم امروز پدر و مادر، قوم و خویش، برادر، اولاد، اینها حدوداً از دایره رقابت خارج شده. چیزی که در رقابت با خدا قرار دارد برای ما پول و دارایی و نمیدانم خانه و تجارت و امثال این هاست. در استرالیا یک تعداد میگفتن طبیعت کار ما به گونه ایست که نماز ما قضا میشه. من گفتم قبول ندارم. برای آن که وقتی به عنوان یک مسلمان به کار فرماید بگویی، در حالی که خیلی ها کار آزاد دارند، وقتشان در اختیار خودشان هست، 2 دقیقه می تواند نماز خود رو بخواند، وقتی به کار فرما هم بگویی من می خواهم همین 2 دقیقه دعا کنم و نیایش کنم و نماز بخوانم، می گوید برو انجام بدی، هیچ وقت کس مزاحم و مانع نیست. مخصوصا در جوامع پیشرفته امروزی که احترام به مردم، باورهای مردم و مسائل شخصی مردم یک اصل پذیرفته شده جهانی است و از مسلمات حقوق بشر است، هیچ کس مانع و مزاحم نیست. منتها خود پول رقیب خداست. خود این که یک پول جمع بکنی و یک خانه زیبا بخری، این رقیب خدا میشه. تجارتت رقیب خدا میشه. کسی آمد، تاجر بزرگی است، نزد یکی از علما گفت سفر تجارتی دارم، استخاره کن خیر میآید یا نه. استخاره کرد، گفت که نه، این سفرت سفر درست نیست. ولی او سفر رو رفت چون محاسبه بازرگانیش رو داشت. وقتی برگشت نزد این عالم آمد، گفت آقا تو گفتی سفرت خیر نیست، من رفتم و پرسودترین سفر رو داشتم این سفر. گفت پول گیر آوردی زیاد؟ گفت بله. گفت نماز چطور؟ گفت نمازم تلف شد. گفت حرف قرآن همینه که خسارت میکنی، پول گیر آوردی، خدا رو از دست داد. اینجاست که خدا توسط پیغمبرش میگوید آیا اینها برای تو معتبر است یا خدایت مهم است؟ روی کدامش بیشتر میستی؟ به خاطر آنکه نمیدانم 100 کرون از دست ندهی، نماز بگذار برود خدا فراموش شود شود، یا اینکه میگه نه خدایا من از این 100 کرون گذشتم، من تو رو میخواهم از دست ندهم. اینجاست که تو در محبت با خدا راست گفته ای.
در دوستی با خدا صادقی، در دوستی با پروردگارت صادقی. و این هاست چیزهایی که برای آدم خدا می شود. و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم که حب الله. از مردم کسانی هستند که غیر از خدا چیزهای دیگر را اله خود می گیرند و اونها رو مانند خدا دوست دارند. یعنی وقتی اینها رو مانند خدا دوست داشت، اینها خدای اونها می شود و خدا فراموششان می شود. والذین آمنوا اشد حبا لله. اونهایی که ایمان دارند، اونها علاقه شدید به خدا دارند و هیچگاهی به هیچ قیمتی در بدل هیچ چیزی خدا رو فراموش نمی کند، خدا رو از دست نمی دهد، رابطه خود رو با خدای خود استوار نگه می دارد. وانگهی خدا هم دست او رو می گیرد، هم در زندگی این جهان و هم در زندگی آن جهان از او دستگیری خواهد کرد و کمکش خواهد نمود و مشکلاتش رو حل خواهد کرد. مشکل اصلی ما این است که گاهی خسرت دنیا و الاخره می شویم. هم دنیا از دست ما می رود، هم آخرت و خدا از دست ما می رود. خیلی ها این چنین است، رابطه خود رو با خدا هم درست نمی تواند، رابطه خود رو با خرمای دنیا هم زیاد درست کرده نمی تواند. پس بیایید باید تصمیم بگیرید. عرض کردم ایمان چون معطوف به عمل است، هم موضع گیری است و هم اراده می خواهد. در ایمان آنچه که قویاً مطرح است مسئله اراده و تصمیم است. چون عرض کردم یقینیات ذهن ما رو منفعل می سازد به قبولی، اما اراده ما را به شکل فعال وارد میدان می کند تا به آنچه قبول داریم و به آنچه عقیده داریم و به آنچه باور داریم بر اساس آن عمل نماییم و عمل خود رو اون گونه تنظیم نماییم. تا مسئله اراده نباشد ایمان محقق نمی شود، تا موضع گیری عملی مطرح نباشد ایمان محقق نمی شود، تا عمل نباشد ایمان محقق نمی شود. شاید به خاطر شما مانده باشد، مادر بزرگ ها به نوه های خود درس می دادن جانم ایمان سر رکن دارد، اقرار به زبان، تصدیق به قلب و عمل با ارکان و جواره، این سه رکن ایمان است. اقرار کردن، تصدیق کردن و عمل کردن. عمل کردن جزء مهم اونهاست. دوتای اقرار و تصدیق مقدمه عمل است. آنچه که مؤثر است و اساسی است مسئله عمل هست. از نظر فلسفی هم میگه تا اصل ظهور در فرع پیدا نکند محکوم به فناست. مسئله باورهای اصلی تا در سیمای عمل تبارز نکند عقیده فراموش می شود، نابود می شود و از بین می رود. بناهن حرف اصلی و اساسی را در میدان ایمان عمل می زند. پس بیایید وقت مدعی دینید، کسی که دین رو باور ندارد دعوا ندارد، او راهش رو انتخاب کرده. کسی که اسلام رو باور ندارد او راه دیگر دارد، باید در اون رابطه با او حرف زد. و کسی که مسلمان است، کسی که شیعه است، کسی که پیرو رسول الله است، کسی که پیرو قرآن است، کسی که پیرو اهل بیت رسول و اهل بیت نبوت است، اینها باید مصمم باشد بر اساس هدایات الهی قرآنی و هدایات رسول اکرم خود را عیار کند، عمل کند و در راه رسول الله
قدم بردارد، منهیاتش را مرتکب نشود، اوامرش را انجام بدهد و در راهی که او حرکت کرده در همون راه حرکت کند. وانگهی ایمان در وجود آدم گل می کند و ثمر می دهد و میوه می دهد. ما علل اکثر اسلام برای ما میراث است، تشیع برای ما میراث است، تسنن برای ما میراث است. همان گونه که به خاطر یک قطعه زمین پدری ما آدم میکشیم، دعوا و جنجال میکنیم، پول خرج میکنیم، به خاطر اسلام هم به عنوان یک میراث میجنگیم، نمیدانم خرج میکنیم و خیلی قضایای از این قبیل. به خاطر تشیع خیلی چیزا رو انجام میدیم به عنوان یک میراث. مسئله دین میراثی نیست، مذهب میراثی نیست، ایمان میراثی نیست. به همین دلیل چون دین ما، مذهب ما، باورهای ما فقط به میراث از پدران و مادران ما به وجدان ما منتقل شده، آن هم نه به شکل علمی و درستش، به همین دلیل بسیار ساده ساده از او میگذریم. به خاطر یک ساعت کار از او میگذریم، به خاطر پول از او میگذریم، به خاطر رقابت ها از او میگذریم، به خاطر چوکی و مقام که هیچ. اگر برای من وعده بدهد او فردا هر کس در افغانستان رئیس جمهور شد، تو معاون اولش هستی، دیگه هر گردن بستگی لازم باشه انجام میدم، هر دروغ لازم باشه انجام میدم، هر مردم فریبی لازم باشه انجام میدم. همون کاری رو که عمر سعد کرد. عمر سعد به خاطر حکومت رای در تهران ایران امام حسین رو کشت، امام حسین رو کشت. میشناخت که حسین کیست، اما کشت. وقت اسلام به عنوان میراث در ما رسیده باشد و مذهب به عنوان میراث، ما گاهی بسیار بساده از اون میگذریم، چون ایمان نیست. اسلام تبدیل به یک ایمان در ما نشده، مذهب تبدیل به یک